که من تشکر کنم از دوستان محترمی که تشریف آوردن، از آقای امید صادقی از طرف دانشجویان لطف کردند و خیر و ممنون فرمودن، از آقای دوست همکار بنده استاد روباتیک جناب دکتر جمشیدی و خانومشون سرکار شیلا خانوم که خیلی حمایت کردن و پذیرایی کردن از بنده و برنامه‌ریزی کردن برای این گرد همایی و همت ایشان و محبت ایشان باعث شد که من به فیض برسم خدمت شما. حالا قرار شد که من یه چند کلمه راجع به شاهنامه بگم. بنابراین اجازه بدید یه خورده رسمی باید صحبت کنم. به نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ما ناوید و مهر، خرد تا گردان سپهر آفرید، درشتی و تندی و مهر آفرید. با سلام و درود نوروزی، خوشبختم که در آغاز سال 2012 میلادی همزمان با ایام نوروز 1391 هجری شمسی در دانشگاه بلندپایه تگزاس در یکی از زیباترین و پیشرفته‌ترین شهرهای دنیا سنت آنتونیو سعادت پیدا کردم در خدمت دوستان ایرانی باشم و تبریک عرض کنم به همه ایرانیانی که حضور دارند یا در استان تگزاس هستند یا این عرایض ناقص من به گوششون میرسه. خوشبختم که در یک دانشگاهی که چند هزار فرسنگ از ایران دوره سعادت پیدا کردم به زبان فارسی هزار سال پیش، یعنی به زبان فارسی خراسان بزرگ، با شما صحبت کنم. کمتر کشور و کمتر زبانی رو میشناسیم که در فرهنگ آن این استمرار و پایندگی وجود داشته باشد. یعنی کسی بتواند به زبان هزار سال پیش با دوستان صحبت بکند. این از برکات فرهنگ پاینده و والا ایران است. معمار بزرگ این کاخ فرهنگی ابوالقاسم فردوسی دهخانزاده توس از دهخانان خراسان است که خودش در این باره میگوید بناهای آباد گردد خراب، ز باران از تابش آفتاب، پی افکندم از نرز کاخی بلند، که از باران نیاورد کزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخمه سخن را پراکندم. ملاحظه فرمایید چقدر انسان باید بزرگ باشد که هزار سال پیش به جای اینکه از کارهای روزانه شاهان و جنگ‌ها و ساختمان‌های بلند صحبت بکنم، میگه من یک کاری کردم که خواهد بود با اون معماری زبان فارسی و نظم فارسی است. سخن ما به زبان فارسی است که هزار سال پیش بدان صحبت می‌کردم و همونطور که عرض کردم بسیار کم کشورهایی که بتوانند این افتخار را داشته باشند که فرهنگشون این استمرار و پایدگی را داشته باشد. بیشتر کشورها از این سعادت محروم هم بود. گسترش زبان و ادب و فرهنگ سنتی مهمترین عامل وحدت ایرانیان و پارسی زبانان پراکنده در جهان است.
علم و تاریخ و سیاست و پناه‌های بزرگ زود دگرگون می‌شوند، از بین می‌روند، ولی فرهنگ و هنر پایدار می‌ماند. هنر کلامی، شعر فارسی نو در قلب هویت ملی ما جای دارد. اگر بنده می‌خواستم تبریک نوروزی خودم را به زبان هزار سال پیش فردوسی عرض کنم، می گفتم که مازندران شهر ما یا آنگان، البته مقصود از مازندران در زبان ادب ایران بزرگ و ایران باستان و گستره زبان فارسی در جهانه، که مازندران شهر ما یا آنگان همیشه برابون خواهان باد، که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار، زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. باز تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه که زحمت کشیدند و این برنامه را ترتیب دادن. بعضی اینجا حضور دارند که باعث ازشون تشکر کنم به عنوان دوستان بزرگوار فرهنگ دوست ایران، که من جزء کوچیکی هستم از این جمع. اونها که میدونن که همونطوری که در این کشور بزرگ علم و فناوری و اقتصاد شکوفان شده، میل دارن یک چیزی هم اینجا تقدیم بکنن. اون چیزی که میخوام به این ملت بزرگ امریکا هدیه بکنن، اون فرهنگ ایرانه و هنر کلامی، یعنی شعر ناب، که یکی از پدیده های بسیار گرانبه های هزار سال ایرانه و نسل‌های جدید، نسل‌های بعد از ما، فرزندان شما، فرزندان فرزندان اونها، به زودی یعنی در 50 سال آینده کسانی پیدا خواهند شد که این فرهنگ رو در غرب چنان درخشان کنند که عظمت فرهنگ ایران در اینجا پدیدار شد. اما بنده حقیر که دوستان لطف فرمودن و از زمانهای دور صحبت کردن که درسکی خوندم و کارهایی کردم، بنده بخواستم عرض کنم به شما که از نوجوانی من به دو زبان دلبستگی بسیار شدید داشتم، یعنی دلبستگی عاشقانه، و این دو زبان را خیلی درش کار کرد. امیدوارم که نوجوانانی که در امریکا هستن، یعنی بستگان شما، شاگردان شما، خانواده شما، اونها توجه بکنن که چقدر بهتر از ما گذشتگان، بهتر از من میتوانن در اینجا خدمت بکنن و به خودشون هم خدمت بکنن. اون دو زبان، یکی زبانی است که در دنیا رواج داره، یعنی هر جا برید می توانید از اون زبان استفاده کنید، و اون زبان مقصود من زبان غربی نیست، اون زبان زبان خرده. شما اگر زبان خرد رو مثلا بندم از طفولیت یاد گرفتن، مقدماتش رو در دبستان و دبیرستان یاد گرفتن، مقدماتش مقدمات زبان خرد ریاضیاته. ریاضی از نظر فلسفی پایگاه خرده، مندار نه اون ضرب و تقسیمی که برای حسابداری به کار میره، جدول ضرب نه، ولی در معنا ریشه های ژرف ریاضی رو پیدا کردم. به این ترتیب من اون زبان رو آموختم و همونطوری که دوست من اشاره کردم، در جوانی یک کتابی نوشتم راجع به کیهان که الان هم دوباره چاپ شده در اصفهان و
و اپ تو دیت شده، یعنی بروز شده و یک مقداری راجع به این کیهان عظیم که خداوند آفریده صحبت کردم. زبان دیگری که برگزیدم و دلبستگی داشتم اون هم زبانی است که هر کسی در هر کشوری میبایستی که به اون زبان روی بیاد. اون زبان زبان هنره و من زبان هنر ایران رو برگزیدم چون زادگاه من بود. هنر در اونجا یعنی نقاشی، موسیقی، علوم انسانی، شعر. و من از میان اونها چون زندگی کوتاه شعر رو انتخاب کردم. از ضمناً میخوام عرض کنم که شعر یه قسمتی است از هنر کلامی و هنر کلامی یعنی بیان حوادث روزگار به زبانی زیبا و شیوا. بنابراین مطلب چیزی نیست، همون است که روزنامه ها می‌نویسند که یکی آمد، یکی رفت، یکی شکست خورد، یکی پس. ولی اونها رو به زبان پیوان مثال عرض خواهم کنم. یک جوان ایرانی اینجا به دوست مثلا دخترش بگه که عزیزم امشب نمیگه بریم پارک، و این زبان معمولیست، مطلب رو ادا شده. ولی اگر بخواب به زبان هنر کلامی ترجمه بکنم، وقت شعر حافظ به یادم میاد، میگه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند. سر به چمان، دختر دلبره ببینید، چمان با اون راه رفتن زیبایی که دخترهای مدل در عرصه میرن، به جایی که میل چمن پارک نمیری، میل چمن نمی کند. اون وقت صنعت چهر با هم موسیقی آوردن، اینها میشن جزوی از هنر کلامی. و هنر کلامی یعنی کارهای بزرگی که سعدی و حافظ و فردوسی و اینها کردن، یک چیز شوخی نیست که مثلا آدم بگه که بله ما که اتومبیل نداشتیم، نمیدونم تیاره نداشتیم. نه، اون یک هنر و فن نیست که در دنیا ارزش داره، قیمت داره. و گوته، شکسپیر، ویکتور هوگو، اینها در کشور خودشون اون چه که یادگار گذاشتن همون هنر کلامی است. و هنر کلامی جز هویت ملی ایرانی هاست. اگر به من بخوان بپرسن که مثلا ایرانی هستی، من از اسمایی که بخوام یاد بکنم از هنر کلامی یاد میکنم و شعر ناب یاد میکنم. و روی همین هم هست که پیشنهاد دوستان رو پذیرفتم، گفتم که میام اینجا خدمتتون راجع به یکی از بزرگان هنر کلامی یعنی فردوسی صحبت کنم. ولی این مقدمه ضرورت داره که یک مقداری آشنا بشین با هنر کلامی. ضمناً بد نیست که شاید تکرار بکنم که در دوران دبیرستان و دانشگاه من به اندازه توانایی این دو زبان رو یاد گرفتم، ولی بعد از آن دامن این پریرویان رو بلکم، یعنی با این پریرویان هنر زبان فارسی و همچنین پریرویان زبان ریاضی 50 سال بیشتر عشق باختم، درس خوندم، تجربهش کردم، درس دادم، کتاب نوشتم، مقاله نوشتم و خلاصه عاشق پاورجا بودم. گفت که دل چو پرگار به هر سو نوسانی میکرد یا دورانی میکرد و اندران دایره سرگشته پاورجا بود. یک روز در گیلان، یک روز در تهران، یک روز در کانادا، یک روز در تکساس سرگشته، ولی پاورجا. پاورجایی من، هویت ملی من، هنر کلامی زبان فارسی و فرهنگ عظیم و شأن 1000 ساله ایران.
اگر در میان هنر کلامی بخوام یه قدری شما رو گردش بدم، شما همه از فردوسی و حافظ و سعدی و خیام و دیگه وقتی بیان پایین تر، شما دوستان این عصر ما، نمیدونم سایه، نیما و شهریار، دوستانی که شما بهتر بشناسید، همه اینا آشنا هستید. ولی من اگر بخوام این را یه جوری خلاصه بکنم، میگم در سرزمین هنر کلامی ایران، ببخشید صدا میاد، در سرزمین هنر کلامی ایران چندین هزار سوار ترک تازی کردن. این سوارها شاعران بزرگ هستن که رفتن. اینها به پیرو پیشروی رفتن که همون فردوسی باشه. فردوسی در جلو، یعنی پیشاهنگ این سوارکاران بزرگ زبان فارسی است. از میان این هزارها به نظر این بنده کسی نزدیک نشد، خیلی نزدیک نشد به پیشاهنگ زبان فارسی، ولی بزرگانی، سواران تندراز، سواران تیزرو مثل اون دو شیرازی، سعدی و حافظ، مثل اون رومی، مولانا، اینها خیلی نزدیک شدن به پیشرو. ولی ظاهرا میتوانم به شما عرض بکنم که اون پیشاهنگ همچنان در جلو میتازید. به این ترتیب اگر بخواهم تعریف، یعنی توصیف بکنم، خواهم گفت به زبان حافظ که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد، هزار نقش برآید ز کلک سن و ولی کلک سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد، هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. به این ترتیب میخوام کم کم شروع کنم به اصل سخنرانی که برای امشب در ذهن داشتم. البته هر جا شما خسته شدید یا من تاب نیاوردم، دیگه به حکم قضا تعطیل میکنیم. ولی خواستم به شما عرض کنم که در وهله اول، در بخش اول، میخوام یه کمی اونهایی را که کمتر با فردوسی آشنان یک راهنمایی مختصری بکنم اگر اجازه بدید، که فردوسی شناساییش خیلی آسان نیست و بایستی که از یک رهروانی که رفتند و دیدند و مقداری از اونها یه مقداری راهنمایی به طلبیم و که زیادم در این 100 سال یا یعنی 50-60 سال که کتاب‌های زیاد نوشته شده، بزرگانی بودند و هستند. و به این ترتیب مثلا فرض فرمایید که سطر اول شاهنامه میگه که همه جا میخونم، میگه به نام خداوند جان و خرد، خودش تصدیق میکنه که از این برتر اندیشه بر نگذرد. میگه که دنیای بسیار عظیم، میلیون ها کهکشان ها، میلیارد ها ستاره ها، هر روز یه چیز تازه پیدا میشه. این در ذهن فردوسی هست، این ستاره ها که نگاه میکنه هست، اونتا به زبان امروز. بین اینها اگر بخوام، خودش میگه اگر بخوام از میان این همه شگفتی عجایب و معجزات دو تا انتخاب بکنم، میگم اون کسی که خرد را آفرید و جان را آفرید. جان و خرد، جان یعنی بایو، یعنی حیات، یعنی زندگی.
دمیدن روح رو در این جهان اینم از آثار جان.